پس از آن که رئیس جمهور در نشست شام پنجشنبه کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا نارضایتیش را از کارکرد این کمیسیون و اداره ملی حفاظت از محیط زیست ابراز کرد و هشدار داد که تا 10 روز دیگر باید گام‌های جدی برای کاهش آلودگی هوای کابل روی دست گرفته شود، اداره ملی حفاظت از محیط زیست از طرحی برای کاهش و شناسایی علت‌های آلودگی هوا در پایتخت خبر می‌دهد. کمیسیون 10 روز مهلت داد تا روی یک برنامه عمل کار بکنند تا ما بتانیم در کاهش آلودگی هوا نتایج خوب را به دست بیاریم. ارزیابی مشخص 5 شهرک در شهر کابل، ارزیابی حمام‌ها، داش‌های خشت‌پزی و ریگریشن‌ها، طرح مشخص برای استفاده از زغال سنگ، طرح مشخص برای تفکیک عاملین، منابع و راه‌حل‌های آلودگی‌ها، طرح مشخص برای سرسبزی و جنگلات. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست میپذیرند که وضعیت هوای کابل نگران کننده شده است. 349 مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته در شهر کابل که ایره تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست کرده، شاید 2-3 از ایره شاروالی محترم کابل انجام داده باشند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست پیش از این گفته است که ذرات آلوده کننده هوا در کابل چندین برابر بیشتر از حد استاندارد آن شدند و این موضوع زندگی را برای باشندگان کابل دشوار کرده است. آلودگی هوا بیشتر از روزها شبانه نفس کشیدن را در فضای باز کابل دشوار می کند و بیماری ها را به بار آورده است. ساعت است که 6 بجه شام وقت همی گشت و گذار در این تایم در شهر کابل هیچ امکان ندارن. یا بابا به حد به اندازه خراب شده، هر روز شفاخانه مریضی امیال خودمان کم وارد گلوندرد است. تامین حرارت برق مثلا بیشتر کنه که مردم از برق استفاده کنه، نه از سنگ سوخت و بعضی چیزایی که به خاطر آلودگی هوا بسیار آلوده می سازه.